سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم به اسم مولتی کم باهاتون صحبت کنم. یه امکان خیلی فوق‌العاده‌ای که پریمیر در اختیارمون قرار میده برای مواقعی که از چند تا دوربین داریم استفاده میکنیم، یا مثل ویدیوهای قبلی من از یه دوربین و یه سیستمی که در حال ریکورد هست و میخواییم بین اون دوتا به راحتی سویچ کنیم. امروز من یه موبایلم این ور گذاشتم و دارم تصویرمون رو ضبط میکنم تا این روش رو بهتون به راحتی یاد بدم چیکار باید بکنید. پس اگه دوست داری این روش خیلی فوق‌العاده رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال من رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. خب بعضی مواقع ما از چند تا دوربین برای فیلم برداریمون استفاده می‌کنیم، مثل امروز که من از یه کامرای اصلی دارم استفاده می‌کنم، یه موبایلی که توی این زاویه‌مون قرار دادم و یه سیستمی که ریکورد داره میکنه و تصویر کانالمون هست و میخوام یه توضیحاتی مثلا روش بدم یا یه آموزشی بهتون بدم که بعضی مواقع هم تصویر اصلیمون هست. پس سه تا دوربین الان ما داریم، یکی کامرای اصلیمون هست، یکی این دوربینمونه و یکی هم کامرا اسکرین کپچری هست که داره برامون از صفحه سیستممون ضبط میکنه. پریمیر یه امکانی به ما داده که به آسونی و به راحت‌ترین شکل ممکن بتونیم بین این سه تا دوربینمون سویچ کنیم. فقط یه نکته‌ای که باید دقت کنیم اینه که هر سه تا دوربینمون با صدا ضبط بشه تا برای سینک کردن اونا کارمون خیلی راحت‌تر بشه. چون معمولا ما دکمه ضبط ویدیومون رو با هم دیگه نمی‌زنیم و من مثلا اول دکمه ضبط این کامرای اصلیمون رو زدم، بعد اومدم دکمه ضبط این موبایلمون رو زدم و آخر سر هم دکمه ریکورد اسکرین کپچر سیستممون رو زدم. وقتی این سه تا ویدیومون صدا داشته باشه با یه امکان فوق‌العاده‌ای که خود پریمیر در اختیارمون قرار میده، به صورت اتوماتیک میتونیم این ویدیوهامون رو با هم دیگه سینک کنیم و بینشون به راحتی جابجا بشیم. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و این روش فوق‌العاده رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب من ویدیوهایی که دیدین رو آوردم توی قسمت پروژکتمون و حالا برای اینکه این قابلیت پریمیر رو بخوایم استفاده کنیم ازش، ما این ویدیوها رو نباید درک کنیم و بندازیم توی تایملاینمون. بعد اونا رو انتخاب کنیم و به حالت مولتی کامرا درشون بیاریم. کاری که باید بکنیم اینه که اولین و اصلی ترین ویدیومون که صدامون روش ضبط هست و صدای با کیفیتی ضبط کردیم و اول بعد روش کلیک کنیم. مثلا من اینجا روی کامرای یکمون کلیک میکنم و بعدم روی اون دوتا کامرا یا حالا هر چند تا کامرای دیگه ای که داریم با کلید کنترل از روی کیبورد اونا رو هم انتخاب میکنیم و بعد با یه رایت کلیک روی Create Multi Camera Source Sequence کلیک میکنیم. اینجا یه پنجره جدیدی برامون باز میشه و الان مواردی که هست رو براتون توضیح میده. تو این قسمت اول یه اسمی برای مالتی کممون میذاریم که حالا من گذاشته بودم آکادمی حسن از قبل. توی این مورد هم میتونیم نقطه سینک شدن ویدیوهامون رو اینجا مشخص کنیم، بر اساس ابتدای ویدیومون یا اینش باشه یا بر اساس انتهای ویدیومون اونا رو سینک کنه و بر اساس اوت باشه و حالا گزینه‌هایی که اینجا هست و مهمترین گزینه‌ای که اینجا داریم و ما روش کلیک میکنیم اودیو هست و بهش میگیم بر اساس صدایی که داریم این ویدیوهامون رو سینک کنه. یعنی اگه مثلا من تو فریم 15 ویدیوم سلام کرده باشم، این توی اون دوتا ویدیوی دیگه‌مون هم کلمه سلام رو تشخیص میده و این فایلامون رو با همدیگه سینک میکنه بر اساس صدای سلامی که من کرده بودم و تصویرارم دقیقا با همدیگه مچ میکنه و اون تصاویری که گفتم معمولا با هم ضبط نمیشن و یه فاصله ای دارن تا ضبط بشن و اینجا به راحتی و به صورت خیلی اتوماتیک برامون سینک میکنه و ما به راحتی دیگه میتونیم اونا رو سویچ کنیم روشون. پس اینجا ما حتما روی اودیو میذاریم و توی قسمت تریک چنل هم میتونیم سینک شدن صدا رو بر حسب کانالای صدامون مشخص کنیم که رایت باشه یا لفت باشه، یعنی یه دونه باند یا دوتا باند باشه و ما معمولا روی این میکس داون میذاریم که بهترین حالتی هستش که میشه. من اینجا هم توی قسمت آدیو سیکونس سیتینگ رو بهتون بگم چی هست.
اینجا اگه روی کامرای یک باشه، همونجوری که گفتم اولین و بهترین فایلی که برای صداتون هست و اول روش کلیک کنین، اینجا کامرای یکمون رو به حالت پیش‌فرض در میاره و وقتی تصویرمون روی کامرای دو و سه هم بره، از صدای کامرای یکمون که بهترین صدامون هست توی ویدیومون ازش استفاده میکنه. و اگه مثلا روی سویچ اودیو بذاریم، وقتی ویدیومون تغییر کنه صدای همون ویدیومون رو برامون میذاره، ویدیوی دومون رو مثلا صدای ویدیو دو رو میذاره و ویدیوی سمون همون اسکرین کپچری که مثلا از کامپیوتر داشتیم صدای اون رو برامون میذاره. و ما اینجا روی کامرای یکمون میذاریم چون با کامرای یکمون بهترین صدا رو ضبط کردیم. و توی قسمت آخرم کامرا نیم هست و اسمی رو به عنوان دوربین پیش‌فرض میتونیم انتخاب کنیم. اگه روی همین یوز کلیپ نیم بزنیم، اسم کلیپ هامون رو همون اسم کامرا هامون میذاره و اسم دوربین هامون رو میذاره و میتونیم بعدش اوکی رو بزنیم. اینجا یه مقداری طول میکشه، پروسس اودیو هست، یعنی داره بر اساس اون صداهای ویدیومون سینک شدن تصاویرمون رو انجام میده به صورت اتوماتیک. و بعدش همونطور که میبینی اینجا یه آیتمی برامون آورده، یه سیکونسی آورد که همون مالتی کممون هست و اسمش هم که گذاشته بودیم آکادمی حسن و جلوش نوشته. بعضی موقع ممکنه وقتی اوکی رو میزنی یه پیغام خطایی بهتون بده و بگه من نمیتونم این فایلایی که به من دادی رو سینک کنم. دلیلش هم اینه که شاید صدای کلیپتون متفاوته و یا شاید صدایی نداره که بتونه نقطه اشتراکی براشون پیدا کنه و تصویرها رو با همدیگه سینک کنه. و شما به جای گزینه آدیو که ما انتخاب کردیم، مثلا میتونین روی ایمپونس بزنین و بر اساس ابتدای ویدیو همه ویدیوهاتون رو کنار همدیگه قرار بده و یه مولتی کمی براتون درست کنه. الان اگه من روی این مالتی کامرامون بزنم، توی پنجره سورسمون اونو میاره و اگه من یه مقداری ببرم جلوتر این ویدیومون رو، همونجور که مشاهده میکنین سه تا ویدیویی که داریم و داره بهمون نشون میده. اگرم این مولتی کمی که برامون ایجاد کرده رو با یه درگ ساده بندازم روی قسمت تایملاینمون، همونجور که میبینین الان به صورت یه فایل داره این سه تا ویدیومون نشون میده و به صورت جداگانه ای اونا رو برامون نشون نمیده. برای اینکه تو پنجره پروگراممون هم این سه تا ویدیو رو ببینیم، من روی این ستینگ اگه کلیک کنم و اینجا روی مالتی کمرا بزنم، یکم اگه بیام باز مجدد جلوتر، اینجا میتونیم این سه تا ویدیومون رو کنار هم دیگه ببینیم. یا یعنی اینکه اگه شما روی این علامت مثبت هم بزنی، این گزینه مولتی کامرا ویو رو بکشین و درگ کنین و توی این نوار ابزار قرار بدین، میتونین از این گزینه برای روشن و خاموش کردن مولتی کامراتون استفاده کنین. اگر الان من روی این کامرا یکمون رایت کلیک کنم و اوپنین تایملاین رو بزنم، اینجا سه تا فایلمون رو داره بهمون نشون میده و این فاصله ای که بینشون هست دقیقا همون سینک شدن صداهامون هست. اینجا اگه دقت کنین دقیقا صداهامون زیر همدیگه هست و بر اساس اون حالت اتوماتیکی خود نرم افزار پریمیر در اختیارمون قرار میده، اونا رو با همدیگه مچ کرده و تصویرامون هم با همدیگه مچ شده. و الان چون کامرای دومون روی اون دوتا تصویر دیگه‌مون هست، داره کامرای دو رو به ما نشون میده. من الان میرم روی این مالتی کمی که داشتیم و یه تدوین ساده اینجا رو انجام میدم و این قسمت های اضافی رو هضم میکنم تا براتون توضیحات دیگر رو بدم. خب من الان ویدیو ما ادیت کردم و اون قسمت های اضافی رو حذف کردم. فقط یه مورد دیگه یه که بهتون بگم اینه که اگه میخواین کار اصلاح رنگ و تصویر رو انجام بدین، از اینجا میتونین روی اون مواردی که خواستین، مثلا روی کامرای یکمون و کامرای دومون، اونا رو اعمال کنین و اینجا مثلا میتونین دو تا لاین رو غیر فعال کنین و از اینجا مثلا روی کامرای یکتون اصلاح رنگ و نورتون رو انجام بدین. اگه اون قسمت اصلاح رنگ و تصویر هم ندیدی، من لینکش رو میذارم بالای صفحه و میتونی بری حتما اون قسمت هم ببینی تا بتونی بهتر این کار رو انجام بدی. برمیگردم روی همون مولتی کممون. اینجا من دقت کنین اول ابتدامون نوشته مولتی کم و من یه قسمتی از ویدیو اصلیمون که بین کمرهامون سویچ میخوام بکنم و انتخاب کردم، اومدم اولش و اگه این مولتی کم رو بزنم، اینجا الان این ویدیو اصلیمون دورش نوار زرد هست و اگه پلی رو بزنم همونطور که گفتم میتونم راحت بین کمرهامون سویچ کنم. من اینجا صدا رو میبندم و برای اینکه شما متوجه بشین، اول به صورت تستی این کار رو انجام میدیم، پلیو میزنم و بین کامرامون دارم سویچ میکنم، به طور رندوم دارم میزنم روی اینا. و الان اگه استوپو بزنم
همونجور که میبینی اینجا برام هم یک سری کات انجام داده و این سویچی هست که بین ویدیو هم بوده. من الان میرم ابتدای ویدیومون و من اگه فیلممون رو پلی کنم اینجا الان بهم نشون میده روی چه دوربینی هست با این نوار زردرنگی که هست و اینجا هم داره ویدیوی اصلی و خروجی ویدیومون رو نشون میده. همونطور که میبینی من کلیک کردم به صورت رندوم روی ویدیوامون و اینجا هم روی تصویر اصلیمون این تغییرات اعمال شد. و حالا اگه مثلا من بیام روی این قسمت دوممون همونجور که میبینین به صورت اوتوماتیک الان این صفحمون زرد رنگ شد، یعنی تو پروژه اصلیمون از ویدیو اسکرین کپچرمون داره استفاده میکنه. میتونم اونو به راحتی روی ویدیو دوم قرار بدم و الان این قسمت روی ویدیو دوممون قرار میگیره. وقتی که ویدیومون پلی نشده باشه به راحتی میتونیم اینا رو جابجا کنیم. الان من میام روی قسمت سوممون و مثلا اینو میذارم روی اسکرین کپچرمون و حالا اگه ویدیومونو پلی کنم میبینیم که اول این ویدیو رو داره نشون میده و بعد این اسکرین کپچر و به راحتی میتونیم ویدیوامونو اینجوری جابجا کنیم اگه اشتباه سلکت کرده بودیم و اگه طول ویدیوامون هم خواستیم تغییر بدیم از این قسمت. همونجوری که توی یکی از ویدیوهای آموزش 0 تا 100 پریمیرمون که در مورد نوار ابزارمون بود توضیح دادم و اگه اون قسمت هم ندیدی من لینکش رو بالای تصویر قرار میدم و میتونی بری اون قسمت رو ببینی تا با نوار ابزارمون کامل آشنایی پیدا کنی. با استفاده از این رولینگ ادیت تولز میتونم طول این ویدیوامون رو جابجا کنم. الان از ویدیوی سمت چپیمون داره تایمش رو اضافه میکنه و از ویدیوی سمت راست داره طولش رو کمتر میکنه و همونطور که دیدین الان طول این قسمت از ویدیومون اضافه شد. و حالا اگه یه جایی کاتتون رو زودتر یا دیرتر زده بودین میتونین با استفاده از این رولینگ تول اونو کم یا زیاد کنین و جابجاش کنین و به راحتی تغییرش بدین و به بهترین شکل ممکن ویدیوتون رو درست کنین. اگر هم صدا رو هم به صورت جداگانه ای ضبط کرده بودیم میتونستین هم اول اضافه کنین و به جای این صدای ویدیوی کامرای یکتون رو قرار بدین و کارهای ادیت رو بعدش انجام بدین. حالا من کلید کنترل زد رو از روی کیبوردمون میزنم تا این کاتامون بره. اینجا ابتدای ویدیو میخوام روی همین کامرای اصلیم باشه، همونجور که میبینین دورش زرد رنگ هست و من دکمه پلی رو میزنم و وقتی بین کامراها میخوام جابجاشم روی اون کامرایی که مورد نظرم هست باید کلیک کنم. خب دکمه پلی رو میزنم. خب بعضی مواقع ما از چند تا دوربین برای فیلم برداریمون استفاده میکنیم، مثل امروز که من از یه کامرای اصلی دارم استفاده میکنم، یه موبایلی که توی این زاویه همون قرار دادم و یه سیستمی که ریپورت داره میکنه و تصویر کانالمون هست و میخوام یه توضیحاتی مثلا روش بدم یا یه آموزشی بهتون بدم که بعضی مواقع تصویر اصلیمون هست. پس سه تا دوربین الان ما داریم، یکی کامرای اصلیمون هست، یکی دوربینمونه و یکی هم کامرا اسکرین کپچری هست که داره برامون از صفحه سیستممون ضبط میکنه. پریمیر یه امکانی همونطور که دیدیم وقتی روی استوب کلیک کردم اینجا هم برش ها رو برامون نشون داد و اگه من برم به اول ویدیومون و از حالت مالتیکم اینو در بیارم و با کلید تیلدای روی کیبورد این صفحمون رو بزرگ کنم الان وقتی ویدیومون رو پخش کنم اونجا به جایی بین ویدیو رو شما به راحتی میتونید ببینید. اصلی دارم استفاده میکنم، یه موبایلی که توی این زاویه همون قرار دادم و یه سیستمی که ریپورت داره میکنم و تصویر کانالمون هست و میخوام یه توضیحاتی مثلا روش بدم یا یه آموزشی بهتون بدم که بعضی مواقع تصویر اصلیمون هست. پس سه تا دوربین الان ما داریم، یکی کامرای اصلیمون هست، یکی دوربینمونه و یکی هم کامرا اسکرین کپچری هست که داره برامون از صفحه سیستممون ضبط. و به همین راحتی ما تونستیم الان بین ویدیوهامون سویچ کنیم و از این قابلیت فوق العاده پریمیر استفاده کنیم. خب همونطور که دیدین انجام این کار مثل آب خوردن بود و شاید حالا شما قبلا توی ظاهر فکر میکنین این کار خیلی سخت و پیچیده ای هست، حالا وقتی خودت هم تمرین کنی میبینی که این قابلیت فوق العاده ای که پریمیر در اختیارمون قرار داده چقدر به دردمون میخوره و به چه راحتی میتونیم تصویرامون رو با هم دیگه سینک کنیم و با چند تا کلیک ساده بین اونا سویچ انجام بدیم. قبل از اینکه این کار فوق العاده رو انجام بخوای بدی حتما رنگ و نور تصویرتو درست کن، صداتو درست کن. اگه دوره 0 تا 100 پریمیرمون هم ندیدی که راجع به همه این کارا من توضیح دادم، لینکشو این بالا برات قرار میدم و حتما اون دوره رو هم ببین تا بتونی به صورت خیلی حرفه‌ای ویدیوهاتو تدوین کنی.
حتما کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری یا دوستی داری که میخواد با پریمیرم به صورت حرفه‌ای کار کنه، حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشمون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.